حالم یادتون نره بارها گفتم شوخی نمی کنم. آخوندها رو وقتی که روحانیت رو کتاب من دارم دینداری و خردگرایی و یکی دیگه قرآن سوریه بشم که باشه، این همش در من با خدا رقصیدم آمده. من با خدا رقصیدم و رایگان تو شما که پول بده نیست که قرآن به ما یا کتاب هم رو قبلا می خواهید این حالا کتاب هم نمی خواهید شما. حالا برها برید مجانی دانلود کنید بخونید به دیگران هم بدین. حالا کتاب خونم نیستید شما، همه تون شدین افلاطون، همه از نظر سیاسی سیاه جاسته چی بودی چه حرفی بود تو زدی؟ بعد میگم تو چند سالته پسرم؟ بیست چهار سال خواب مگه چی شده؟ میگم چند تا کتاب خوندی پسرم؟ خب کتاب نمیخواد با ما قرآن خواندیم دیدیم به درد نمیخوره دیگه چی دیگه نمیخونیم. خب مرد حسابی اگه برو خوندی برو چیز دیگه بخون به جون شما حکایتی داری. قرآن سوریده به سبک فارسی دینداری و خردگرایی، خدا رو در خواب دیدم زار زار گریه میکرد، اینا همه توی کتاب من با خدا رقصیدم آمده. برید بخونید عزیزان من. روحانیت رو در همزمان با انقلاب مشروطیت به واژه آیت الله رو انگلستان ساخت، اصلا در تاریخ اسلام سابقه نداره. و بعد یه فاحشه خونه بود، رقاص خونه ها هست تو فاحشه خونه ها دیدید که همه جا هست. اون موقع توی هند بود، تو هند میدونید مسلمان زیاده، الان در مسلمان کشی میکنن فیلن. در منطقه کشمیر یک بیگم خانمی اینجا رو میگردون، رفتن امیرگلر هم بود، امپراتوری داشت، رفتن در گوشش انگلیس و گفتن بابا تو آفرده میفتی میمیری آخرت ته بخر. گفت چجوری بخرم؟ گفت حوزه علمیه درست کن، آخوند پرورش بده، ترویج اسلام رو بکن، از این پولات یه درصدی رو بده به اون. باشه باشه قبول. پولایی رو گرفتن حوزه علمیه توی ایران ساختن، توی قم و مشهد، توی عراق ساختن و یه آخونده رو در آوردن. پس یه آخونده ساخته و پرداخته انگلیس هم خول نشید. آقا تبرک دستش توفم میکنه تو آب، میده یارو بخوره که خوب بشه. خاک بر این آدم اصلا نباشه بهتر، تعارف ندارم. این انسان ها پشه هایی هستن، مگس هایی هستن، زنبور هایی هستن که نباشن بهتر. آقا حج داره شما رو میکشه، همون حج حاج آقا همه شون تو ایران حاجیه. تو ایران به یکی میخوان بگن یارو لوات میده، البته اینجا بیارو بگن لوات میدی اما اونی بهش بگی بگی افتخار اینجا، چون رئیس جمهور و نخست وزیر و شهرداری کارن. حالا ولی تو که ایرانی میدونن بیکاری نیستی، خیلی اومد اینجا پناهندگی بگیرن حتی بیکاری شدن، اما میدونم تو ایرانی که نیستی. بهت میگن حاجی، حاجی یعنی لوات دهنده، چون اینها اینقدر تجاوز کردن و نگفتن که حد نداره. این رئیسی اومده بود یک حرف زد نیست که حرفش پس گرفت دیگه، نذاشت توی صفحاتش. اومد که اونایی که تجاوز بهشون شده توی عربستان سعودی تا این سالها بیان شکایت کنن، ما غرامت میخوایم بگیریم از عربستان سعودی، چون برای دو تا بچه کلی غرامت گرفتن. خب احمقا شما الان برید بگین تو فرما رو پر کنین غرامت بگیرید لااقل. حالا بالا سرتون آوردن ساکتم که بودین، دخترای زیادی. خب حالا یه حج، همین پول حج تو رو داره میکشه، تو هنوز حاجی؟ خاک بر سرت. حج در سال میدونید که حدود 10 میلیون نفر میرن حج، جمعیت عربستان 2% جمعیت جهانه. در سال عربستان 23 میلیارد دلار از حاجی، از این خلا که میرن اونجا در میاره، 136 میلیارد از نفت در میاره. توی ایران ما تقریبا، حالا امسال که دیگه الحمدلله نمیرن، سالی 500-600 هزار نفر هم ایران بیه حج. شما در نظر بگیرن هر کدوم 2-3 هزار دلار اون خزینه های اولیه شه، 2-3 هزار دلار من اونجا خرج میکنم، 5-6 هزار دلار میره. آقا ایرانی ابله، تو در سال 2-3 میلیارد دلار پول میدی بیرون. بعد میرم تو نه از پول حجی که از پول حجی که اینها میگیرن از شما تو ایران، 30% شما سرویس های داخل ایرانه، 70% میره تو جیب عربستان سعودی، چون حتی طبق قراردادهایی که اینا دارن پروازها هم خود عربستان سعودی میذاره وزیر. خب
این درآمد بالای حج رو که عربستان سعودی داره، نفت رو که داره برای رتق و فتق امورش و جمعیت کمش که همه مثل چی زندگی میکنن، غیر از اون یک سری سرانشینا و شیعیانش که بدبختن بماند، ولی خداشون که خیلی زیبا و خوب و شیک دارن زندگی میکنن با اون پول نفت. این 20 میلیارد دلار دیگه که در سال در میان از نفت، اکثرشو خرج همون کشورا میکنن که یارو آدمایی نباشن. فهمیدین چی شد؟ یعنی الان همه اونهایی که با حج به گونه ارتباط دارن، حاجی میبرن، دفتر دارن، فلان، اینا همه نوکر عربستان سعودی هم. بعد هم نه دین دارن خودشون نه ایمون. وقتی میرن عربستان سعودی یا جای دیگه، بعد گریز جای دیگه میزن تو فاحشه‌خونه، اصلا نی دین ایمان اکثر اینا نه، همه چخانه خرتون میکنن. بخشی از این پول 70% که عربستان سعودی از هر کشورها به دست میاره ما ایران خودمون میدیم. این تو خود داخل کشور خرج میشه. بیگم خانم که نیست زنی که فاحشه خونه داشت که دیگه خرج حوزه علمیه تشیع رو در جهان بده. انگلیس ها از کجا باید بدن؟ از همین پول حج. شما میدونید که یک آخوند آیت الله موقعی میشه اینا که بتونه شهریه بده. شهریه یعنی هر ماهی به 2,000-3,000 نفر، 1,000 نفر، 500 نفر طلبه حقوق بده. این اولین قدرتی که باید داشته باشه. اگه قدرت نداشته باشه آیت الله مکارم شیرازی نمیشه که. آیت الله همین خود خامنه‌ای مثلا یا حتی آقای هر کسی آیت الله العظما رساله در میاره، اول باید بدونی پول بده. حالا پول از کجا میاد؟ میگن اینا خمس زکات میگیرن. عزیزان من، بچه ها تو ایران، من چاچرتون سیاوش عوستا، من مخلصتونم. اینا رو پخش کنید، جهانی کنید. شما از بابا ننت بپرس، بگو ننا جان، بابا جان، تو که اینقدر پول در میاری، تو تمام عمرت چقدر خمس زکات به یک آخوند دیدی؟ کسی پول نمیده به ایمان. البته 4-5 تا خر و احمق و اولاق هستن که زجر میکشه، بعد آخر ما منو مثلا 100 تا تک تومنی میده به آخونده. ولی آخونده که با این 100 تا تک تومنی ها نیست، مثل تلویزیون هایی که استعمار ساخته. حالا اینا فون ریزین هم نمی کنن، این تلویزیون های اصلی استعماری میلیارد ها دارم توش پول ریختم، تو سرمایه میریزم. قبلا ها فون ریزین میکردم. غیر از تلویزیون ما که تلویزیون پارس توسط برادر مهندس امیر شجره روی پای خودش وایستاده از ابتدای تأسیسش تا کنون